بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و استنصره و اومن به و اتوکل علیه و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه افضل سفرائه حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. به پیشگاه مقدس و نورانی علی ابن موسی رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمین. آسیب‌هایی در زندگی کنونی پیرامون اطراف افراد رو گرفته، هم متوجه فرد هم متوجه اجتماع. برای رفع این آسیب‌ها درمان از ناحیه غیر بیان میشه که این درمان‌ها رو نه عقل تجویز میکنه، نه علم تجویز میکنه و نه شریعت. آسیب‌هایی مثل نگرانی، مثل تشویش خاطر، مثل اضطراب، این آسیب‌ها درمانش در دین ما بیان شده. جامع ترین و کامل ترین برنامه ها رو برای رفع این امور شما میتونید در شریعت مقدس ببینید. برای این که این آسیب ها از فرد دور بشه، این آسیب ها از جامعه دور بشه و افراد مبتلا به این امور نشن، شریعت مقدس اولا قرآن و ذیل قرآن روایات معصومین علیهم السلام برای درمان این امور راهکار ارائه داده. ازا امشب رو باید خیلی مغتنم شمرد و این آخر ماه رمضان رو باید خیلی مغتنم شمرد، چون امکان این که انسان هم ترمیم بکنه ما قبل رو و هم نسبت به آینده ترسیم بکنه و برنامه نوین و جدیدی برای زندگی آیندش داشته باشه، امشب کاملا میسره. امشب شبی است که انسان اظهار نیاز و ابراز نیاز به محضر او میکنه. امشب شبی است که درهای رحمت خدا ویژه به روی عباد بازه، لذا هم برای ترمیم گذشته و آسیب‌هایی که از عملکرد قبل متوجه انسانه و هم به جهت یک تضمین و یک آرامش و یک برنامه و ترسیم برای آینده، امشب انسان میتواند به این جایگاه برسه. ولی انتباه شرط اصلی امشبه، یعنی توجه. مبادا این ساعتها از همون سپری بشه، شبای قدر یکی پس از دیگری از ما سپری بشه، ولی من نسبت به قبل و بعد برای خودم یه برنامه جامعی نریخته باشم. کلام وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام، وجود نازنین علی ابن ابی طالب علی علیه السلام، وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام در توصیه های ورود به ماه رمضان،
در کلام هر سه معصوم علیهم السلام آمده که ماه رمضان ماه دعا و ماه استغفاره و در یک روایت یکی عبارتون اخرای دیگری است. این ماه ماه دعاست، این ماه ماه استغفاره. در ایامی قرار گرفتیم که برکت و رحمت و مغفرت بر عباد نازله. باید انسان در محضر اون بی‌نیاز دست سائلی دراز بکنه، دست نیاز دراز بکنه و یقیناً اجابت رو خواهد دید. وعده قرآنه، وعده روایات و تخلفم در امرش وجود نداره. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. اگر از من سوال کردن بهشون بگو من نزدیک شما هستم، من کنار شما هستم. از من خدا غافل نشید. اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبولی ولیؤمنوا بی. شما بخواهید از من شما رو اجابت میکنم. در طول سال انسان باید اهل این دعا و توجه به خدا باشد. در این حال مانع استجابت رو خود انسان باید از سر راه برداره. مانع استجابت چیه؟ گناه، معصیت، توجه نکردن به این که او علت العلل برای تحقق تمام اشیا در این دنیاست. خطاب رسید: یوسف، خدا به تو سلام رسونده. خیلی این روایت و عنایت بفرمایید، کاربردی امشب ویژه. یوسف، کی محبت تو رو تو دل بابات قرار داد و نه محبت برادراتو؟ با صورت یوسف اومد روی خاک. خدا یا خودت؟ یوسف، برادرات به قصد کش تو رو تو چاه انداختن. کی تو رو از چاه نجات داد؟ سر رو خاک گذاشت، خدا یا خودت؟ اگر یکی سر راه ما قرار بگیره ببینیم خدا چقدر نعمت به ما داده و من توجه به این نعمت ها ندارم. نعمت جمال ظاهری رو داده یا مال داده یا موقعیت داده، جوون نباید این آلت و ابزار قرار بگیره برای دور شدن از خدا. تازه باید بفهمی که خدا نگاه خاص بهت کرده. باید با پا گذاشتن رو هوای نفست سیر الالله پیدا بکنی، به جایی برسی که خدا بهت مباهات بکنه که میکنه. و میدونید هیچی نزد خدا قشنگتر و زیباتر از این نیست که جوان گناهکاری بیاد در خونه خدا سری کج بکنه و الهی العفو بگه. خیلی این امر در خونه خدا قیمت داره. یوسف، چین زیبایی رو به تو داد؟ صورت و گذاشت رو خاک، خدا یا خودت؟ یوسف، کی تو رو از قعر چاه نجاتت داد؟ خدا یا خودت؟ یوسف، کی تو رو از بازار برده ها نجات داد و به کاخ عزیز مصر برد؟ خدا یا خودت؟ یوسف، کی تو را از کید زنا در کاخ عزیز مصر نجات داد؟ خدا یا خودت؟ یوسف، کی تو را تو زندان نگرد داشت و الا کشته بودنت؟ خدا یا خودت؟ یوسف، نگاه کن تو اعماق زمین، 7 لایه زمین شکافته شد. اینو برای اونایی میگم که میگن ما ناامیدیم، دراب رومون بسته است، ره به جایی نداریم. اولا تو حرم امام رضا علیه السلامی، امام الرؤوف. ثانیا شب قدر، شبی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام را اگه در خون خدا بردی یقینا جواب میده. امشب شب ناامیدی نیست، امشب شب امیدواریه. یوسف،
کی تو را از کید زنا نجات داد؟ خودت. نگاه کن در اعماق زمین، آی گرفتارا. کسایی که میگید به در و بسته خوردیم، بشنوید این روایت رو. امام صادق علیه السلام فرمودن نگاه کن در اعماق زمین، هفت لایه زمین شکافته شد. تو لایه هفتم دید یه مورچه ای یه دانه ای به دهنشه. یوسف، ما از این مورچه در لایه هفتم زمین غافل نیستیم. چطور تو فکر کردی که ما تو رو فراموشت کردیم؟ امیدوار به غیر من شدی؟ این پیاله گدایی تو در خونه غیر من بردی؟ باید چند سال دیگه تو زندان بمونی؟ بدونی که لا مؤثر فی الوجود الا الله، بدونی که کلید دست خداست و تمام امور رو باید به خدا ارجاع بدی و نه به غیر خدا. باید بفهمی این مطلب رو. امشب شب دعاست، از سوی شب بازگشته و این دو عبارتون اخرای همدیگه است. و مد دلیل و علا ذالک روایت. حضرت می فرماید اگر دیدید از در و دیوار بلا و عذاب داره بر شما نازل میشه ها، فعلیکم به دعا و تضرع الله، برید در خونه خدا خیلی دعا کنید. مخ العباده، سلاح المؤمن، دفع هر بلای مبرم است. روایت می فرماید اگر دیدید از در و دیوار داره بر شما بلا و عذاب نازل میشه ها، حضرت میفرماید فعلیکم به دعا و تضرع الله. بعد در ادامه میفرماید و خیر الدعاء الاستغفار، بالاترین دعا استغفاره، برگشته، رجوع الله. یه معنای از دعا محضرتون عرض بکنم، هم از مفردات راغبه هم تفسیر گلانسنگ المیزان جلد دوم عربی، ترجمه فارسی نه، جلد دوم عربی. اولا دعا یعنی چی؟ راغب تو مفردات داره میل دادن مدعو وصف به داعی، داعی دعا کننده، مدعو خدا، دستی در مقابل او دراز میکنی. علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف در ادامه میفرماید درخواستی که در دعا مطرح میشه این غایت دعاست و نه خود دعا، لذا دعا شیئون و درخواستی که در دعا مطرح میشه شیئون آخر. باید یه جوری انسان خدا رو متوجه خودش بکنه، با هر ادبیاتی که بلدین، هر جوری که بلدید. چرا میگن موقع دعا سر رو بذارید رو سجده؟ میگفتش که دختر کوچیکی داشتم، این دختر من کار بدی کرده بود، محلش نمیذاشتم. یه وقت دیدم این دخترم هی داره دور من میگرده، دختر کوچیک 5-6 ساله، صورتشو آورد کف پای باباش گذاشت. این بابا هر چی میگه به دلم فشار آوردم که این دختر بچه رو تحویل نگیرم، نشد. یه دستی به سرش کشیدم، وقتی لبخند منو دید اومد تو بغل من، یه حرفی به من زد، هم او گریه میکرد هم من بابا گریه میکردم. بچه 5-6 ساله برگشت گفتش که بابا مگه من چند تا بابا دارم؟ اگه تو با من قهر بکنی من کجا برم؟ کجا برم؟ حالا این ادبیاتو ببر تو عرش، برو تو مسجد کوفه. مولای یا مولای، انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق. تو خدای منی، اگه تو به من رحم نکنی کی به من رحم بکنه؟ دلت میخواد بری با یکی درد دل کنی، سبک بشی، حق نداری بری پته خودتو جوون، میخوام به بزرگترها اسای ادب نکنم، حق نداری بری گناهی که کردی پیش مخلوق بگی. امشب شبیه که فقط برو در خونه خدا سر تعظیم فرود بیار، بگو خدایا عبد فراریت اومده،
مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. تو خدای منی، گره تو رزقت خورده، تو روزی مشکل مالی و اقتصادی و دنیوی داری، مولای یا مولای انت الرازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق. ببین امیرالمؤمنین علی علیه السلام چجوری خدا رو متوجه خودش میکنه، مولای یا مولای. اول این مناجات ببینید علی با چه حالی در خونه خدا میره. یه جوری امشب باید خدا رو متوجه خودت بکنی، اینو بهش میگن دعا. و اگر متوجه شد نشانش انکسار قلبه، نشانش اینه که دلت میشکنه و از چشمت اشک سرازیر میشه. هم دعات مستجاب شده و هم گناهت بخشیده شده. اومد محضر معصوم، عرض کرد آقا من تمام این روایت ها رو نوشتم، زمان کوتاه، نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم. عرض کرد آقا من دعا میکنم، خیلی دلم میخواد گریه بکنم اما اشکم نمیاد. میتونم به یاد کسایی که داشتم و از دست رفتم به یاد اونا گریه بکنم و دعا بکنم؟ پدر داشتم، پدرم رو از دست دادم. امشب براشون دعا کنید، دارید براشون دعا کنید، نداریدم دعا کنید. مادر داشتم، برام زحمت کشیده، مادر رو از دست دادم، میتونم امشب دعا کنم؟ میتونم دعا کنم، گریه کنم، دلم که شکست بعد دعا کنم؟ حضرت فرمود بله، میتونی این کارو بکنی. هر وقت دلت شکست به هر دلیلی، بدون خدا نگاه به دلت کرده و نشانش شکستن دل و سرازیر شدن اشکه. لذا قبل از دعا کردن یه کاری کنید دلتون بشکنه، یه کاری کنید اشکتون سرازیر بشه. خدا فوری نگاه میکنه و میگه انا فی قلوب المنکسره، من تو دلای شکستم. به یاد گناهایی که کردیم بیفتیم. اومد پیش یکی از علما گفت آقا من یه همسایه‌ای دارم، این عالم کیه؟ مرحوم مجلسی قدس الله نفسه الزکیه. یکی از شاگرداش اومد گفت آقا من یه همسایه‌ای دارم، آدم خیلی لاابالیه اما لوتی مسلکه، از این داشمشتی هاست، میترسم ازش. هر شب بساط عیش و نوش در خونه به راهه و مرتب موجبات اذیت و آزار من و زن و بچه‌م رو فراهم میکنه. مرحوم علامه فرمود اینو یه شب تو خونه دعوت کن، منم میام باش صحبت میکنم. به هر دلیلی امشب اومدی تو حرم امام رضا علیه السلام، یا امام رضا اجازه میدید این جمله رو عرض کنم، به خود امام رضا با اعتقادم دارم میگم، آی جوونا، همه و همه، حضرت نگاه خاص به دلت کرده که امشب بلند شدی اومدی اینجا. وقت و مخترم بشمر، یه عده پشت پنجره فولادن، شما هم تو جامعه رضوی به نحوی داری میگی دخیل و که یا ابل حسن، سائل و کبه بابک، فقیر و کبه بابک، مسکین و کبه بابک، غیر از اینه؟ مرحوم علامه فرمود دعوتش کن بیاد، منم میام. یه شب شام دعوتش کرد و اتفاقا قبولم کرد، اومد. تا دید مجلسی وارد خونه شد خیلی تعجب کرد، مجلسی کجا؟ من آدم گناهکار کجا؟ نشستن مجلسی هیچی نگفتن، این آقام چیزی جواب ندادن. همینجور که خیره خیره نگاه میکردن به هم دیگه، یه وقت این آقایی که داشمشتی بود برگشت گفت شما آقایون علما از ما چی میخواید؟ مرحوم مجلسی فرمود چیزی نگفتم، شما چی میخواید؟ گفت ما تو عالم لوتی مسلکی خودمون یه سری اعتقادات و باورهایی داریم. مرحوم مجلسی فرمود مثل چی؟ گفت مثل این مطلب که اگر نمک کسی رو بخوریم نمکتون نمیشکنیم، مرام و معرفت داریم. مرحوم مجلسی دقیقا دست گذاشت رو همین نکته، گفت اتفاقا شما همین مرام رو هم نداری. گفت چطور؟
گفت این همه خدا نعمت بهت داده، در ازای این نعمت به جای اینکه شاکر باشی و سپاسگزار نمک باشی، نمکدون میشکنی؟ تو روزی خدا رو داری میخوری، گناه خدا رو میکنی؟ زیبایی و جمال خدا بهت داده، بعد از این زیبایی و جمال در جهت معصیت و گناه خدا داری استفاده میکنی؟ حرف مجلسی تموم نشد، او با گریه تو خونه رفت بیرون، با گریه رفت بیرون، ولی از فردا ورقش برگشت، یه جو دیگه شد، یه آدم دیگه ای شد، ورقش برگشت. امشب زبان به استغفارم نداشته باشی یا فقط کافیه زیر آسمون تو این حرم که روزتون من ریاض الجنه است، فقط کافیه گردن تو کج کنی بگی خدا اومدم، اومدم، یعنی به این اندازه توبه قبول میشه، به همین اندازه قبول میشه. و مد دلیل و علا ذالک مناجات تائبین 15. الهی اگر پشیمان شدن از گناه در خانه تو توبه حساب میشه، به عزت و جلال خودت من از پشیمانانم، پشیمون شدم، نادمم، ببین اومدم تو اقامتگاه هم نشسته بودم، تو یکی از این کشورهای اروپایی که رفته بودم، دقیقا شب 19 ماه رمضان بود، خیلی دلم هم گرفته بود، دور بودم از ایران، یه وقت دیدم در اقامتگاه همو میزنن، دیدم یه جوون که رفته بودم خوابگاهشون بهش سر زده بودم، دیده بودم این جوون رو، اونجا دندون پزشکی میخوند تو اون کشور، دیدم شب 19 در میزنه، دم غروب بود، نمیدونم افطار بود یا بعد از افطار، گریه میکرد و زار میزد، گفتم خبر مردنی از ایران حتما بهش رسیده، چته چی شده، اووردمش تو، گفت حاج آقا نستجیر رو به الله مرتکب بزرگترین گناه کبیره شدم. عشق میریختا. تو دلم گفتم بابا تو اون کشور که این گناه ها عادیه، برا بعضی ها کلاس هستن، ولی زار میزد، معلوم بود دل این جوان دل پاکیه، خدا نگاه به این دل کرده. بهش گفتم طوری نیست، یه غسل توبه بکن، امشب بیا بریم در خونه یه آقایی که اگر خدا رو به حق اون آقا قسم بدی یقینا نگاه بهت میکنه. پیامبر عظیم الشان اسلام دارن دعا میکنن برای علی ابن ابی طالب، چون امیرالمؤمنین عرض کردن که یا رسول الله میشه دعا کنی خدا از سر تقصیرات علی بگذره؟ اگه من بیچاره اینجوری دعا بکنم چی میشه؟ امیر المؤمنین با این مقام و عظمتش وقتی اینو میخوان، من باید چی بگم؟ من باید چی کار کنم؟ وجود نازنین پیامبر عظیم الشان اسلام دستی به دعا بلند کردن، اللهم به حق علی اغفر لعلی، خدایا به حق این علی از این علی بگذر. عرض کرد یا رسول الله خدا رو به حق من قسم دادید. رسول خدا فرمودن علی جان گشتم تو عالم هستی محبوب تر از تو در خونه خدا پیدا نکردم که قسم بدم، به حق علی اغفر لعلی. بهش گفتم امشب بیا تو اقام تو حسینیه که مراسم داریم، نشسته بود نزدیک من، همین که گفتم الهی به علی ین، زار میزد و ناله میزد و گریه میکرد. شب رجوعه، شب بازگشته، استغفار که کردی دعا کن، خدا سری دستتو میگیره. تو دعا یکی دو تا مطلب کوتاه بگم، شرط روایت میفرماید میخوای نزد خدا بزرگ بشی و میخوای نزد مردم بزرگ بشی و با وجه و با آبرو بشی، روایت میفرماید اگر میخوای نزد خدا وجهه و آبرو پیدا بکنی، دستتو در مقابل اون دراز کن و از خدا چیز بخواه، بخواه، خدا که کمش نمیاد، زیاد بخواه، و خودش سبب سازه، خودش سبب درست میکنه، من قرار نیست دنبال اسباب برم جز تلاش و کوشش، خودش سبب میسازه. دلتو پاک کن، چشتو پاک کن، از اون مسئلت کن،
مانع استجابتم بردار. همینجا جمله معترضه بگم استطرادنه، ربطی به بحثمون نداره. یه وقتی یه عکسه، یه وقتی یه مطلبه، یه وقتی رفتن تو بعضی از فضاهای مجازیه، ذهن تو آلوده میکنه و به این راحتیام پاک نمیشه. اینو روانشناسا میگن، میگن اگر یه صحنه مستهجن ببینی 20 سال زمان میبره تا این صحنه مستهجن تو ذهنت پاک بشه. بیایید امشب تو حرم امام رضا علیه السلام، اگر ابزار نامربوطی تو خونمون داریم این ابزار رو بریزیم دور. زندگی ها رو داره خراب میکنه، جنایت ها داره اتفاق میفته که زبان الان بسته است بتونم تو این فضای نورانی بگم. وقت شما هم گرفته میشه. امشب به برکت امام رضا علیه السلام و ایشالا نگاهی که هست به همون میکنه، اگر چیزی تو همراهمون هست بریزیم دور. لزومی نداره تو بعضی از فضاهای مجازی وارد شدن و اتفاقات و پیامدهای بعدش اصلا قابل تدارک و جبران نیست. تو خونمون ابزار شیطانی هست، ابزاری هست که ذهن جوونمونو آلوده میکنه، فکر و دل خودمونو جوونمونو آلوده میکنه. امشب با امام رضا عهد ببندیم، یا امام رضا برگردم تمام اینا رو میریزم بیرون. اگر میخواید خدا بهتون نگاه کنه، روایت بخواید از خدا، همه چیز بخواید، یه تقاضا از پدر مادرها، امشب فقط برای جووناتون دعا کنید، زیاد برای عاقبت به خیریشون دعا کنید. جوونت بدم هست، امشب دستی به دعا بلند کن، محاسنتو رو دست بگیر، آی مادر یه جوری برای این بچه دعا بکن که امشب رقم بزنی براش عاقبت به خیریو. و جوونا برای پدر مادراتون دعا کنید، از خدا بخواید، زیادم بخواید. و اگر میخوای نزد مردم عزتمند بشی، ابراز نیاز و اظهار نیاز نزد مردم نکن، عزت پیدا میکنی. این یه قاعده کلیه، یک عمر میتونی از این قاعده کلی ارتزاق کنی. در خونه خدا دستی به نیاز دراز کن، ببین خدا من حیث لا یحتسب چجوری برات رقم میزنه. و خوبم رقم میزنه، و خوبم رقم میزنه. دید کنار خونه خدا وایستاده، هی پرده خونه خدا رو میگیره، میگه خدا دست رو شونش زد، جوون چته، چی میخوای؟ گفت من با تو کاری ندارم، با خدا کار دارم. باریکلا، این درسته. خدا گفت خدا به دل من انداخته مشکل تو رو حل کنم. خدا به دلت انداخته؟ من چند هزار درهم پول میخوام، 1000 درهم میخوام ازدواج کنم، 1000 درهم میخوام به کسب و کار بزنم، 1000 درهم قرض و دین دارم قرضمو بدم، 1000 درهم هم میخوام مسکنی تهیه بکنم. فرمود حوائجت شرعیه، موسم حج که تموم شد پاشو بیا مدینه، محله بنی هاشم، کوچه بنی هاشم، سراغ خانه علی ابن ابی طالب رو بگیر. و تو علی هستی؟ خدایا ممنونتم، به چه دلی حواله کردی. یه استغفار قبلش بکن، یه دعا با دلت بکن، امیدوار به غیرم نباش، خدا سبب سازه، من حیث لا یحتسب برات رقم میزنه. خدایا ممنونتم، موسم حج تموم شد، رفت مدینه، محله بنی هاشم، دید چند تا آقازاده دارن بازی میکنن، آزاده ها خونه علی ابن ابی طالب کجاست؟ یکی گفت بیا من نشونت میدم. اومد تو راه که می اومد، گفت با علی چی کار داری؟ گفت علی قول 4000 درهم پول به من داده. گفت اگر علی بهت داده یقین داشته باش بهت میده، من حسن پسر همون علیم. بابا این جوونه که بهش وعده دادی اومده. آی مردم، علی 1 درهم پول تو خونه نداشت، فرمود برید جار بزنید، هر کی نخلستان علی رو میخره بیاد بخره. علی نخلستانشو فروخت، کار این جوون رو راه انداخت و بقیه پولا رو هم بین فقرا تقسیم کرد، اومد خونه. مادر ما زهرا اومد جلو، علی جان شنیدم نخلستان تو فروختی. آره.
پولش هم بین فقرا تقسیم کردی. آره، حرفی بزنه، مطلبی بگه، لبخند رضایت رو چهره زهرای مرضیه. اما امیرالمؤمنین اومدن بیرون، درهمی دیناری قرض کردن بیان برای بچه ها آذوقه ای، غذایی، نانی. دوباره در میان راه یکی از یاران علی رو دید. علی جان چیزی داری به من قرض بدی؟ چند روز غذا نخوردم. نمیتونه علی آقایی نکنه، داد بهش، اومد خونه، دید یه طبقی از طعام در مقابل بچه هاست، بچه ها نشستن دارن میخورن، زهرا تو محراب داره نماز میخونه، نماز فاطمه تموم شد. فاطمه جان این طبق رو کی آورده؟ علی جان همون که تو فرستادی آورده. من؟ یه وقت دیدن پیغمبر خدا وارد شد، لبخند به چهره پیغمبر. علی جان تو که اون معامله رو با خدا کردی، یا خدام نخواست تو خجالت زهرا و بچه های فاطمه رو بکشی، این قضاییه که به امر خدا و به دست جبرئیل اومده، خدا امر کرده، من حیث لا یحتسب برات رقم میزنه. مطلب آخرم، تو دعا عرض کردم انکسار دل شرطه، و اگر کسی میخواد دعاش به معرض استجابت برسه ها، قبلش استغفار، بعدش هم استغفار. و بدانید وقتی گرفتارید دعا نکنید، قبلش دعا بکنید، هینش دعا بکنید، بعدش هم دعا بکنید. الان اومدی تو حرم حضرت رضا علیه السلام، از وجود مقدس حضرت عرض بکنم، وجود مقدسشون فرمودن اگر دعا کردی برای دیگران، خدا یه ملائکی رو مأمور میکنه برای تو دعا میکنن، دعای تو ممکنه رد بشه، اما دعای ملائکه‌ای که دارن برات دعا میکنن رد نمیشه. لذا برای همه دعا کن. اونایی که بهت گفتن میری حرم امام رضا برای ما دعا کن، تو دعا انکسار لازمه. روایت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام و چند معصوم دیگه، روایت مفصل عرض بکنم محضرتون، همین روایت عرضمو جمع میکنم. حضرت میفرماید بکاء العیونه و خشیت القلوب من رحمت الله. اگه دلت شکست، اگه اشک جاری شد، بدون رحمت خدا بهت سرازیر شده. فاذا وجدتموها فاغتنموا الدعاء. وقتی که دیدی دلت شکسته ها، اشکت سرازیر شده، زیاد دعا بکن. و اگر دعا کردی، بدان زمانی که اشکت هم داره جاری میشه، خدا نگاه بهت کرده. این بکا برای عبد خیلی مهمه، خیلی مهمه. انکسار قلب. هر کسی راهی داره به محضر معصوم عرض کرد آقا من اگر یاد کسایی بیفتم که باهاشون قوم و خیش بودم، پدرم، مادرم، فرزندم، و دلم بشکنه و دعا کنم، حضرت فرمود طوری نیست. زمانی که دلت شکست دعا کن. ولی هیچی مثل انکسار دل برای کسی که دنیا برای او گریه کرده نیست. و اگر دلت شکست، خدا بدون به واسطه اون نگاه سری بهت میکنه. آدم ببین تو عرش چی نوشته. الهی یا حمید و به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. نشست آدم به گریه کردن، گفت جبرئیل این آخری کی بود؟ به ذکر الخامسه ینکسر قلبی و یسیر ابرتی. تا گفتم حسین دلم شکست، اشکم سرازیر شد. میدونم منتظرید ببرمتون در خونه علی ابن ابی طالب، میبرمتون، اما این دل بشکنه، بعد بریم کنار امیرالمؤمنین ببینیم امشب چه خبره. دل بشکنه. اجازه میدید استفاده بکنم از کلام علی ابن موسر رضا آجون، فقط برای اینکه یه انکسار دل امشب به من دست بده دارم این جمله رو میگم. میدونم خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی مشکله. حضرت رضا علیه السلام فرمودن ان یوم الحسین اقره جفوننا و اسبل دموعنا. روز حسین چشای ما رو زخم کرده، اشکای ما رو پیوسته سرازیر کرده. این جمله رو معنا نمی کنم، و اذل عزیزنا به ارض کرب و بلا. نمیشه معنا کرد این جمله رو.
خود علی ابن موسر رضا علیه السلام فرمودن یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فبک للحسین، اگه میخوای گریه کنی فقط برای حسین گریه کن. فان البکاء علی الحسین، ای گناهکارا، فان البکاء علی الحسین یحط الذنوب العظام، گناه کبیره از پرونده پاک میکنه. بازم بگم، حضرت فرمودن ان بکیت علی الحسین علیه السلام، اگه برای حسین گریه کردی، حتی تسیل دموع و که علا خدک، اشکاد رو گونه هات سرازیر شد، خدا تمام گناهاتو میبخشه، صغیره یا کبیره. حالا نالتون تو این جامعه رضوی به یا حسین بلند میشه، من این جمله رو بگم، امام رضا آجون میشه شما روزه بخونید؟ حضرت فرمودن جد ما حسینو در کربلا ذبحش کردن. ذبح میدونید یعنی چی؟ فرق بین القتل و الذبح. اگه نالتون تو جامعه رضوی و هر کجا هستی بلند میشه، عرض میکنم محضر امام رضا بی ادبیه ها، اما چون روزه امام رضا برام خوندن، عرض میکنم ذبح میدونی یعنی چی و قتل میدونی یعنی چی؟ قتل یعنی کشتن. عباس رو تو کربلا به قتل رسوندن، اونو به قتل رسوندن، قاسم رو به قتل رسوندن، فقط دو نفرن که تو کربلا به قتل نه، ذبحشون کردن. ذبح میدونی یعنی چی؟ امام رضا اجازه میدید آقا، ذبح یعنی زنده سر از بدن جدا کردن. و ما دو ذبیح در کربلا بیشتر نداریم. اول ذبیح کربلا شیرخواره علی اصغر حسینه، دوم ذبیح کربلا خود حسینه. عمه جان ما زینب از بالای تل زینبیه داره میبینه، میبینه. خدایا این ناله ها جواب نداره. خدا امشب مهمان خانه دختر بود. دختر وقتی پدر میخواد خونش بیاد خیلی ذوق و شوق داره. یه سفره برای بابا پهن کرده، با یه ذوق و شوقی هم نون و نمک گذاشته، هم با زحمت رفته یه شیر تهیه کرده، یه پیاله شیرم تو این سفره افطار گذاشته. امیرالمومنین اومدن سر سفره نشستن، دخترشون براشون سفره انداخته، یه نگاه کرد بابا کی دیدی بابات با دو خورش افطار کنه؟ یکیشو برد و ببر. تا اومد نون و نمک رو برداره، امیرالمومنین فرمودن نه دخترم، همون شیر رو بردار و ببر، بذار آخرین افطارم با همون نون و نمک باشه. افطار کردن امیرالمومنین، هی دختر میبینه بابا میاد زیر آسمون، هی نگاه به آسمون میکنه، هی کلمات استرجا بر زبان جاری میکنه، انا لله و انا الیه راجعون. برگشت، هی مرتب علی میاد زیر آسمون نگاه میکنه، کی وعده خدا میخواد برسه؟ چه ذوقی داره علی برا امشب، لحظه شماری میکنه علی برا امشب. سحر شد، وضو گرفت امیرالمومنین علی علیه السلام، اومد از در بره بیرون، این قلاب در کمربند علی ابن ابی طالب رو گرفت. یعنی داره میگه علی جان امشب به مسجد نرو آقا، امشب تو خونت بمون آقا. آروم علی کمربندش رو رها کرد، اومد تو حیات، این مرغا و مرغابی ها اومدن جلو پای علی، از جلو پای علی کنار نمیرن. اینا با زبان بی زبانی دارن میگن علی جان امشب مسجد نرو، ابن ملجم یه شمشیری که به زهر آلوده کرده برات آماده کرده، علی جان امشب به مسجد نرو. اما آروم این مرغابی ها را علی کنار زد، اومد تو مسجد، دیدون ملعون خابیده بیدارش کرد، بلند شد دیگه چیزی نمونده بچه های منو یتیم کنی. رفت و محراب.
بعد از این که علی از آن گفت رفت و محراب آماده نماز شد، شروع کرد به خواندن بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. آخرین حمدم علی خواند، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد. حمدم خون، توحیدم خون، رفت روی رکوع، سبحان ربی العظیم و بحمده. علی رفت رو سجده، سبحان ربی الاعلا. علی جان سر از سجده بلند نکن آقا. علی جان سر از سجده بلند نکن آقا. چون سر از سجده بلند کرد، ابن ملجم همچین با شمشیر به فرق علی زد، ندا تو آسمون پیچی، تهدمت والله ارکان الهدا. سراسیمه اومدن تو مسجد، دیدن علی تو خون خودش تو محراب داره میغلطه. بچه ها آروم آمدن، بابا رو داخل یه گلی میگذاشتن، داره به سمت خانه میاد. یه وقت امیرالمومنین صدا زد، حسن جانم، حسین جانم، صبر کنید بابا، بذارید میخوام با پای خودم وارد خونه بشم. زینبم منو اینجوری نمینه. زینبم طاقت نداره. علی جان ای کاش بودی کربلا میدیدی. وقتی شمر یا صاحب از زمان، میگم و ناله یا حسینتون بلند بشه ها، وقتی شمر دید زینب داره میبینه، امامه را از سر حسین برداشت، محاسن حسین رو بلند کرد، هی با ضربه همه ناله بزنید یا حسین. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام واتوب الي من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إلي هم باهم إلهي الآن. لحظه استجابت دعاست الهی علم، الهی علم. قرآن ها رو مقابل صورت همون باز کنیم. شب 19 هم داره به سحر نزدیک میشه. ای خدا اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من أتقائك من النور. لحظات استجابت دعا
هرچی میخواید الان از خدا بخواید. چند لحظه من آروم میگیرم، در این لحظه هرچی درد داری به خدا بگو. آبرو دارم، حاجت دارم، مریض دارم، گرفت دارم، درد دارم. برا دیگران دعا کنید، برا خودتون دعا کنید. چند لحظه من آروم میگیرم، هر چی میخواید بخواید. ای خدایا، از گناهم خسته شدم. خدا اگر گناهم منو بیاوروم کرده، اومدم تو حرم امام رضا. نمیدونم درد همتون رو دارم میگم یا نه. اگه درد شما همینه، با نالتون به من بگی. ای نمیدونم بهاره یا خزونه، فلک با عاشقان نامهربونه. جوونیم رفت و آقامو ندیدم، غم این دل غم مرگ جوونم. یا امام رضا، انشالله امام زمان امشب یه نگاه به این دلامون کنه. یا ایها العزیز، قرآن ها رو رو سرامون بگذاریم. خدا اگر تو الان این قرآن رو زیر پام گذاشتم، از امشب تو حرم امام رضا قول میدم دیگه قرآن رو زیر پام نذارم. خدا با خدا با. اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی و به حق که علیهم فلا احد اعرف به حق کمن بکا یا الله، بکا یا الله، بکا یا الله. عرض داشت خدا میخوام روز قیامت از اعمال بد امتم فقط من بدونم و تو، کسی جز من و تو ندونه. خطاب رسیده ای پیغمبر ما، اگر اینا امت تو هن، اینا بنده های من هن. حتی نمیذارم تو بفهمی. پیغمبر رحمت رو در خونه خدا واسطه قرار بدیم. الهی به محمد، به محمد، به محمد، به محمد. Mm-hmm.
آقای قریب و مظلومی که از دور و قسمت میده، به اون آقای غریب و بی کس دور و قسمت میده، به اون آقایی که لحظات آخر دیدن مادر ما زهرا داره گریه میکنه. فاطمه جان چرا داری گریه میکنی؟ صدا زد علی جان گریه من از غربت توی مظلوم. الهی به علیین، به علیین، به علیین، به علیین. لحظات آخر عمر مادرمون زهرا بود، دیدن مادر دو رکعت نماز خوند. آی بچه های فاطمه، دو رکعت نماز خوند، دستاشو به آسمون بلند کرد، خدا تو رو به جان بابام پیغمبر که برگزیده توست قسمت میدم، خدا تو رو به عشق حسن و حسین در فراق مادر قسمت میدم. دوتا قسم سنگین داده زهراها. خدا تو رو به جان بابام پیغمبر، تو رو به عشق حسن و حسین در فراق مادر. خدا از گناهکارای شیعیانم، شیعیان جوهرم، شیعیان فرزندانم بگذری. الهی به فاطمتا، به فاطمتا، به فاطمتا، به فاطمتا. الهی در خانه کریم اهل البیت رو میزنیم، ایشالله یه روزی بشه برا بقیم یه حرم بسازم. یا امام رضا، آقا جانم، هر کی کار داره در خونه امام حسن کریم اهل البیت ناامیدش نمی کنه. همه با هم، الهی بل حسن، بل حسن، بل حسن، بل حسن. الهی، 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 الهی. نمیدونم هنوز رو تل زینبی یه گیر کردی یا نه. الهی هیچ خواهری نبینه، زیاد وقتتون رو نگیرم، این بیت تو گلوم گیر کرده، از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین، آخ دست و پا میزد حسین. اگه دلت سوخته جامعه رضوی همه با هم بگن، الهی بل حسین، بل حسین، بل حسین. الهی به علی ابن الحسین، به علی ابن الحسین، به علی ابن الحسین،
به علی ابن الحسین. الهی به محمد ابن علی، به محمد ابن علی، به محمد ابن علی، به محمد ابن علی. الهی الهی به جعفر ابن محمد، به جعفر ابن محمد، به جعفر ابن محمد، به جعفر ابن محمد، به جعفر ابن محمد. یا امام صادق، یا امام صادق. محضر امام رضا، اجازه میگیرم یه جمله عرض کنم. یا به زندان برسان مرگ مرا یا الله، یا نجاتم بده از بند قل و زنجیرم. من جوان بودم و زنجیر گران پیرم کرد، شده کاهید تن و مانده به جا تصویرم. مسیب میگه یه شب دیدم امام رضا، یه شب دیدم موسی بن جعفر، خیلی دارن گریه میکنن. علت و سوال کردم، فرمودن مسیب خدا دلم برا رضام تنگ شده، آجد دارا گرفت دارا. الهی به موسی بن جعفر، به موسی بن جعفر، به موسی بن جعفر، به موسی بن جعفر. پناهگاهم همه بی پناه و جا اینجا، مطافم قبله گه هر شه و گدا اینجا. زهر کجا که شبیم رانده و فرومانی، به کردگار قسم جای التجام اینجا. اگر دوای غم و دردم ناخوشی خواهی، به آستان رضا سر بنه، دوا اینجا.
مریض دارا شب قدره، اگر تمام طبیبان تو را جواب کنن، مدار باکو مخور غم، تو را شفا اینجا. ممنون تیم آقا ما رو پذیرفتین شب عزیز. تکرار میکنم، اگر تمام طبیبان تو را جواب کنند، مدار باکو مخور غم، تو را شفا اینجاست. امید دست خالی بر نگردی، اگر که بخشش و آمرزش گناه خواهی بیا امام رعوف حضرت رضا اینجا. آقا ممنون تیم راهمون دادی. رهبر جامعم این همه مظلوم که دید مسجد کوفه، تو دانی که علی تنها بود. تا نگردد خبر از راز دلش نامحرم، همدم راز علی چاه و دل شبها بود. چه میگفت با چاه؟ میگفت الا ای چاه یارم را گرفتم. الا ای چاه یارم را گرفتن، گلم باغم بهارم را گرفتند. آماده اید بگم امام رضا عز میخوام؟ میان کوچه ها بازر به سیلی، همه دار و ندارم را گرفتند. همه گریان به مظلومی زهرا، اما این علی بود که مظلوم تر از زهرا ابن موسی و علی 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 ابن موسی. حالا که عرض حاجت میکنیم، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسل
الله بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. رو به قبله. محضر امام رضا به جان جوادشون قسمشون بدیم. الهی به محمد ابن علی، 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 به محمد ابن علی علیه السلام. الهی به علی ابن محمد، 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 به علی ابن محمد. علی ابن محمد علیه السلام. الهی خیلی داغ سامر را به دلامون نشزدم، ایشالله این ملعونین از بین برن، آزادانه بریم محضر امام اصغری و امام هادی. الهی بالحسن ابن علی، 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 بالحسن ابن علی. الهی 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 بالحجت القائم، بالحجت القائم. یه دست رو سر، یه دست به آسمون، تمام شد. بالحجت القائم. بالحجت القائم، بالحجت القائم، بالحجت القائم، بالحجت القائم، بالحجت القائم. هر کجای این حرم نورانی هستی، تمام صحنها بیرون این حرم، همه یک صدا صدا بزنیم. یبنا الحسن، یبنا همه 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 حاجت دارا، همه همه یبنا هر کی کار داره صدا بزنه. یبنا آقا جانم، یبنا آقا جانم، یبنا و
قبل از این که دعا کنم دستور امشب از تو حرم امام رضای سلام بدیم، هر کی میخواد حاجت داره بسم الله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی و علی علی ابن و علی اولاد و علی اصحاب. میخوام خدا را قسم بدم به حق اون مظلومی که وقتی اومد مقابل لشگر، اگر به زعم شما من گناهکارم، نکرده هیچ گناهی علی اصغرم از نیل، دستاتون از سر بالا بیارید الهی به دم المظلوم، الهی به دم المظلوم، الهی به دم المظلوم، ده مرتبه یا الله. در روایت داریم اگر حاجتی داشتید دستاتون از سر بالا بیارید، 7 مرتبه خدا رو به ارحم الراحمینش صدا بزنید، خطاب میرسه لبیک بنده من. هر کجای حرم نورانی هستید، بیرون داخل تمام صحنها، دستا رو از سر بالا بیارید 7 مرتبه یا ارحم الراحمین، یا ارحم، همه همه همه، یا ارحم. این یا ارحم الان لحظه استجابت دعاست. چند ثانیه کوتاه من سکوت میکنم، همتون هر چی میخواید از خدا بخواید محضر امام رضا علیه السلام، هر چی میخواید بخواید. یه دعا به رو دارن با سیلی صورت خودشون رو زرق نگه میدارن، یه در رو ندارن اما در خونه خدا آب روی بود میده. خیلی ها با هزار امید بلند شدن اومدن تو حرم یا امام رضا. یا امام رضا، یا امام رضا، عشق تو در سرشت حرمت چون بهشت. میخوام قسمش بدم و دعاتون کنم، از ازل بر دلم حق تعالی نوشت یا امام رضا، من به عشقت اسیر آمدم چون فقیر، جان زهرا قسم دست من را بگیر، مهربون با صفا شافعم در جزا، تو براتم بده تا روم کربلا، تا روم کربلا، تا روم کربلا. بازم خدا را قسم بدیم به علی ابن موسی 10 مرتبه یا الله.
خدایا دستانی که به سمت تو بلند شده ناامید برمگردان. این آمین مال این سیل جمعیت نیست. خدا دستانی که به سمتت بلند شده ناامید برمگردان. دنیا و آخرت ما و نسل ما از در این خانه جدا مگردان. نسل و دودمان ما رو خادم عالم دین و قرآن و اهل بیت قرار بده. این جمع ملتمس دعا هر حاجتی دارن. خدا به امیر المؤمنین تو رو قسمت میدم، به علی ابن موسی رضا تو رو قسمت میدم، خدا همه رو حاجت روا بگردان. مرزامون، موردین نظر، ملتمس دعا، جانبازا، شیمیایی، قطع نخایی، خدا از سائل لباس عافیت بپوشان. شهدامون، امام و شهدا، درجاتشون متعالی بگردان. خدا رهبر عظیم و شأنمون در پناه امام زمان محافظت بگردان. به مادرش حضرت زهرا دشمنانشون نابود بگردان. این جمع به همین زودی با امضای امام رضا علیه السلام به مدینه و کربلای حسین برسان. خدایا پدر، مادر، ذوی الحقوق، اساتید، هر کی حق به گردنمون داره، اگر در دار دنیا عزت دارین، اگر از دار دنیا رفتن، سر خانه با کرامت علی ابن ابی طالب مهمانشون بگردان. هر کی از شیعان علی ابن ابی طالب گرفتار، ای خدا به امشب علی و بچه های علی گره از کار همشون بکشا. آمین ها باید جانانه تر باشه. خدا دیگه آقامونو به ما برسان. قلب نازنینش از ما راضی بدار. در امر فرجش تعجیل بفرما.